آیا اینکه شهر خدا در آسمان هاست نه در زمین، شهر خدا در آسمان تحقق پیدا میکنه نه در زمین، به این معنا نتیجه گیری نشد تفکیک سیاست و تمدن و حقوق بشر از ایمان و معنویت؟ یه سوال جالب دیگه اینه که تو همین حوزه که هم جهان مسیحی سراغ آثار یونان رفت هم جهان اسلامی، اما چجوری شد که در جهان اسلام آثار افلاطون تو حوزه سیاست توسط فیلسوفان مسلمانی مثل فارابی و ابن رشد بیشتر به نظر آمد؟ از آثار ارسطو هم کتابهای اخلاقیش بیشتر بهش توجه شد و فلسفیش در حوزه آنتولوژی هستی شناسی. اما نوبت به فلسفه سیاسی که رسید، فیلسوفان مسیحی بیشتر به کتاب سیاست ارسطو توجه کردند. یه تفاوتی اینجا بین آثار سیاسی ارسطو و افلاطون وجود داره که نتیجهش نهایتاً این شد که در جهان اسلام فلسفه سیاسی در با علم کلام مخلوطه، جدا نشد از هم. یعنی مفهوم شریعت مطرح شد. شریعت به این معناست که خداوندی که مرا آفرید در مورد سبک زندگی و حکومت من سکوت نکرده است و باید و نبایدی دارد. اما در یک نگاه دیگه ایمان شخصی میمونه، ولی تو حوزه فلسفه سیاست میشه مستقل از ایمان و مستقل از خدا تصمیم گرفت. سوال اینه که چگونه میشود خداوند حقیقت مطلق و منشأ همه حقایق باشد، در این حال این خداوند منشأ شریعت و قانون نباشد؟ یعنی خداوند انسان را در جهانی آفرید، اما در مورد اینکه تو چگونه باید حکومت کنی، دادگاه‌های شما، دانشگاهت، رسانه‌هاتون چگونه باید مدیریت بشن، نظام خانواده و نظام حقوقی، در همه موارد سکوت کرد. این اصلا قبل از اینکه یک سوال از شریعت باشه، یک سوال از خود تئولوژیه، اصلا یک سوال الهیاتیه که خداوند چرا ما را آفرید، اما در مورد نحوه زندگی ما و نحوه اینکه چه کسانی بر ما حکومت کنند و چگونه حکومت کنند سکوت کرده است. آیا این سکوت توضیح الهیاتی دارد یا ندارد؟ اینا چند تا سوالاتی بود که متفکران اسلامی در عرصه نظر و عمل در عالم تشیع مطرح کردند. و ما در این باب آیات و روایات بسیاری داریم که متاسفانه درست رسانه این نشده و نمیشه در سطح جهان. و من میخواستم زمینه که مجددا تشکر کنم از اینکه تشریف آوردید، هم خواهش کنم که چنین گفتگوهایی و نشست و برخاستهایی ادامه پیدا کنه، چه در ایران چه در اروپا ادامه پیدا کنه این گفتگوها، و سوالاتی که ممکنه سوالاتی که سیاسی نیست و یه مرحله قبل از سیاسته، سوالات جدیتر و رادیکالتر در حوزه اندیشه اسلامی و مسیحی و نسبت ما و شما با جهان سکولار طرح بشن، وقت ببینیم که واقعا نکات مشترک بسیار زیاده و نکات متفاوت هم بسیار شیرینه. اینقدر سوالات جالب و شیرینی است که میشه ساعتها و ساعتها حتی اگر اختلاف نظر داشته باشیم در مورد اونها گفتگو کنیم. من تشکر میکنم از اینکه تشریف آوردید و عذرخواهی میکنم و مایلم نظرات دوستان رو بشنوم حتی اگر انتقاد و اشکالی به عرایض بنده باشه. خیلی ممنون. Directly. So you certainly have liberal capitalism is indeed an ideology, then I only can say what else. And if socialism is considered an ideology, then liberal capitalism. اولا تشکر میکنم. فرمودن تخصصشون اقتصاده. ببینید، فرمودید که رابطه دین و نهادهای مدنی. من از شما به عنوان یک اقتصاددان مسیحی سوال میکنم که نظام سرمایه‌داری و کاپیتالیسم آیا فقط مناسبات
خشک اقتصادی است یا به اخلاق و حقوق هم مربوط میشه و از همین جا ارتباطش با مسیحیت به عنوان یک دین و ایمان برقرار میشه. فرمودید توحید حقوقی برام جالب و تازه بود. اتفاقا وقتی بخوایم ایمان تو حوزه عقاید رو به ایمان در حوزه تجلی ایمان در خارج مثلا در اقتصاد وصل کنیم، این سوال پیش میاد. الان در اروپا، در هم آلمان و اینا، ما احزاب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی داریم. به چه معنا یک حزب سیاسی میتونه مسیحی باشه؟ اگر فقط بگه ما ارزش‌های دینی رو میخوایم تو جامعه عرضه کنیم در حد موعظه، خب این میشه همون کار کشیش و پاپ، کار ارزشمندی هم هست، اما طبق این مبانی ارتباطی با حزب سیاسی پیدا نمیکنه. اگر با واقعیت‌های اقتصادی سیاسی جامعه کاری داره، وقت باید یک حزب لیبرال مسیحی یا دموکرات مسیحی یا حتی سوسیال مسیحی باید بگه به چه معنا مسیحی است و ایده‌های ارزش‌های معنوی و مذهبی او به برنامه‌ریزی حزبش، برنامه‌ریزی ملموس سیاسی اجتماعی و اقتصادی چه ارتباط پیدا می‌کنه. اتفاقا اگر ما همین تخصص جناب‌عالی که راجع به اقتصاد و مسیحیت فرمودن کردید، همینو مورد کنکاش قرار بدیم و ذره‌بین بندازیم، روشن خواهد شد که ارتباط مسیحیت به عنوان ایمان با اقتصاد به عنوان یک نهاد اجتماعی و مدنی اگر یه ارتباط واقعی باشد، باید شکاف نظر و عمل پر شده باشد. یعنی باید روشن بشه ایمان مسیحی از کجا به بعد وارد اقتصاد شده، به چه معنا اقتصاد مسیحی با اقتصاد غیر مسیحی تفاوتش چیست. اگر گفتید که در یک سری اخلاقیات و مباحث حقوق بشری است، اون وقتی همون حرفی است که ما میزنیم، پس معلوم میشه اختلافی نداریم تو این قضیه، مثل هم فکر میکنیم. البته دو جور صحبت میکنیم ولی یه جور فکر میکنیم. این یک مسئله که یک مسیحی به عنوان شخص، نه یک مسیحی مثل یک مسلمان به عنوان شخص که میاد تو بازار، خب باید دروغ نگه، کلاهبرداری نکنه، حق دیگران رو ضایع نکنه، به عنوان یک فرد هم مسیحی هم مسلمان باید رعایت کنه. مثلا پیامبر اکرم فرمود بازار وقتی اسلامی است که تو بازار دروغ نگید، قسم نخورید، فروشنده عیب جنس کالای خودش رو به خریدار بگه بعد بفروشه و خریدار ارزش جنسی رو که میخواد بخره پایین نیاره. خب اینا به عنوان مباحث اخلاقی و شخصی، مسیحیت مسلمان هر دومون فکر میکنم اینا رو قبول داریم. اما یه جایی هم هست به عنوان نهاد سیاست گذار در اقتصاد که شما حتما از این منظر خواستید به اقتصاد مسیحی بپردازید. از اینجا به بعد اتفاقا اون مسئله توحید حقوقی مطرح میشه که حالا فرصت نیست بیشتر. نکته دوم راجع به علم و دین فرمودید که پاپ سعی کرده دانشمند و روحانی کنار هم باشند. من این قبول دارم، اصلا این تلاش ها مدت هاست که در غرب در جریانه، ولی دو تا نکته داریم. حتی شما میگید دانشمند و روحانی کنار هم، من میتونم بگم یک دانشمند روحانی رو فرض کنید، از دو نفرم نزدیکتر شد، یعنی فرض کنید یک فیزیکدانی، یه انسانشناس، یه روانشناس، در این حال یک کشیش باشه. سوال اینه، دوگانگی و شکاف اینه، آیا او چه وقت یک کشیش یا یک مؤمن مسیحی است و چه وقت یک دانشمند است؟ یعنی آیا میشه ما بگیم ما در مسجد، در کلیسا مؤمنیم، مذهبی هستیم، ولی تو آزمایشگاه، تو دانشگاه، تو پارلمان، تو حکومت، تو رسانه ما یه آدم حرفه‌ای هستیم؟ آیا ما میتونیم دو شخصیت داشته باشیم جدا از هم؟ یعنی بگیم من یک شنبه تو کلیسا مذهبیم، دو شنبه تو پارلمان و یا تو دانشکده اقتصاد من کاری به مذهب ندارم، من دانشمندم. ما میگیم نمیشه این. البته نمیشه که
تو ایران هم شده، ما تو ایران هم افراد مسلمان سکولار داریم تو جهان اسلام، اینا رو با هم فکر. ولی این یک دوگانگی است که آیا ما میشه مسلمانانه عبادت کنیم، مثل یک مسیحی خدا رو بپرستیم، مسیح رو تقدیس کنیم، اما مثل یک به مثابه یک مسیحی یا مسلمان وارد بازار و اقتصاد نشیم؟ اقتصاد به چه معنا مسیحی می شود؟ اینم یک نکته. نکته سوم، سوال جناب عالی بود که سوال فوق العاده مهمی بود که چرا فرمودید نمایندگان مسلمانان در اتریش صریحا نمیان مسلمان ها قضایای مثل داعش و اینا رو محکوم کنن. اگر کسانی این کارو نمی کنن اشتباه می کنن. ولی یک نکته هم من به شما عرض بکنم، بسیاری از مسلمانان هم که دارن محکوم میکنن سخنانشون منتقل نمیشه درست. چیزای دیگه ای که عرض کردم، یه بایکوت رسانه‌ای، یه دیکتاتوری رسانه‌ای در غرب در جریانه، با اخبار گزینشی برخورد میشه. مثلا آیا در اروپا افکار عمومی میدونن که خود آمریکا و اسرائیل و رژیم عربستان و اینها در ایجاد همین داعش اینا نقش اصلی رو داشتن؟ اینو میدونن مردم؟ خود این داعش که در سوریه میجنگیدن، بیش از 1000 مجروح اینا تو بیمارستانای اسرائیل از اینا پرستاری کرد و اینا رو مداوا کرده. آمریکا و ناتو اتحادیه اروپا به داعش پول و اسلحه رسوندن که اینا تو سوریه به جنگند علیه حزب الله و علیه حکومت سوریه. آیا تو افکار عمومی اروپا اینا رو میدونن؟ چرا نمیدونن؟ باید این رو بدونن. چرا آمریکا در سوریه به داعش کمک کرد، در عراق میگه با داعش مخالفیم؟ چرا؟ و یک سوال دیگه از این طرف هم مسلمانان یه سوالی میپرسه، همون مسلمانان اروپا یه سوالی تو ذهنشونه که چرا وقتی که صهیونیسم داره تو غزه هزاران زن و کودک رو بمباران میکنه، آب رو قطع کردن به روشون، اونا هم ممکنه سوال کنن چرا اساتید دانشگاه در اروپا در اتریش چرا اعتراض نمیکنن؟ چرا شما اعتراض نمیکنید؟ ممکنه اونم این سوالو بپرسن، بگن چرا شما سکوت کردید؟ شما اعتراض کنید تا ما هم اعتراض کنیم. اگه این سوال مطرح شد جوابش چی خواهد بود؟ چرا وقتی که در رسانه‌های تو دانمارک کاریکاتور کشیدن به پیامبر اکرم توهین کردن، چرا شما سکوت کردین؟ چرا محکوم نکردین؟ اگر تو این مواقع روشنفکران اروپا، اساتید دانشگاه، نهادهای مسیحی اعتراض کنن به رفتار آمریکا، به رفتار اسرائیل اعتراض بکنن، وقت مسلمان هم در اروپا مجبور میشن اعتراض کنن. یعنی قضیه تقریبا دو طرف داره و هر دو طرف بایستی اعتراض کنن. و اما اون مقداری که به انقلاب اسلامی مربوطه، از اول ما محکوم کردیم. قضایای 11 سپتامبر رو ایران محکوم کرد، با اینکه آمریکا جنایات زیادی در عراق و افغانستان کرد، اونا خیلی جنایت کردن، آمریکایی‌ها در ایران کودتا کردن. شما میدونید هزاران هزار ایرانی در زندان زمان شاه شکنجه میشدن زیر نظر افسران آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی، ولی افکار عمومی تو آمریکا و تو اروپا هیچی نمیگفت، اعتراض نمیکرد که آقا چرا آمریکا کودتا کرد در ایران، چرا این همه شکنجه، چرا نفت ایران رو غارت کردید 20-30 سال، چرا در افغانستان در عراق این جنایی همه جنایت شد، چند میلیون آدم در عراق و افغانستان کشته شدن، آواره شدن، چرا اعتراض نشد در اروپا؟ چرا سکوت؟ چرا وقتی که یک آمریکایی یا اروپایی کشته میشه همه دنیا باید اعتراض کنن، ولی از این طرف 1 میلیون آدم در عراق و افغانستان کشته میشه
رسانه ها و روشنفکران در اروپا سکوت میکنن. چرا؟ اینم یک سوال. البته سوال شما سوال درستیه، من با حرف شما موافقم، ولی در کنار اون سوال این سوالم هست. متشکر. Just so happened that during a 15-year dialogue here in Iran, where I participated between Christian Islamic dialogue. متشکر. دوستان دیگه فرمایش نداره؟ And so it's worse to influence those politicians and media and academics who work in a constructive way. And what my colleague said is such a constructive way. Thank you. So if you don't have any question, it means you're agree with all what Professor said. میخواد شما رو تحریک کنه. خیلی خوب، من پس یک نکته دیگه عرض بکنم، عرض مخاطب بکنم. من ضمنی که مجدداً تشکر میکنم از اینکه اوقات گرانبهای خودتون رو هدر دادید، در واقع اینجا تشریف آوردین و این جلسه برای شما خسته کننده بود، اما برای من که با شما روبرو شدم برام جالب بود. و یک نکته فقط عرض بکنم، اولا با شما به عنوان مسیحی عرض میکنم که ما نقاط مشترک بسیار بسیار فراگیر داریم. یعنی اگر اصول هستی شناختی و انسان شناختی اسلام و مسیحیت با هم مقایسه بشن، من فکر میکنم بین این همه ادیان و مکاتب در دنیا نزدیکی تا این حد نیست، به خصوص کاتولیک که بالاخره یک اتوریته نظری داره برای تر. حالا جریان پروتستان هر کدامی برای خودشون یه مذهبی هن، هر کسی هر روز مذاهب جدیدی درست میشه. یه وقتی با پروفسور رایمر در کانادا که نمیدونم میشناسید ایشون، از دنیا رفت ایشون، مرد بسیار شریفی بود، ایشون از تئوریسین های فرقه منونایت های پروتستان بود و رئیس دپارتمان ادیان در دانشگاه تورنتو. سمیناری ما داشتیم در اون دانشگاه در کانادا، مقاله ایشون تزش این بود که فرق ما با کاتولیکا اینه که ما آزادی مسیحی رو، یک مسیحی رو در تفسیری که از خداوند داره محدود نمی کنیم. من ازش پرسیدم که شما هیچ ملاک و معیاری قرار نمیدید برای اینکه داوری بشه که چه کسی مسیحی هست و چه کسی مسیحی نیست؟ یعنی از کجا میفهمین که کی مسیحی هست کی نیست؟ اگر قرار باشه که هر کسی هر تفسیری از مسیحیت ارائه بتونه بده، یعنی هر کسی اگر به طور مطلق کشیش خودش است و هر تفسیری از کتاب مقدس میتونه بکنه، چجوری تشخیص میدید که کی مسیحی هست کی مسیحی نیست؟ گفت ما تشخیص نمیدیم، هم ما حق نداریم تشخیص بدیم، ما داوری نمی کنیم. گفتم این دیدگاهی که الان شما گفتید دیدگاه منونایته؟ گفت بله. گفتم حالا اگر کسی درست خلاف این حرف شما رو زد و گفت من منونایت هستم، او رو چگونه شما رد و انکار میکنی؟ یعنی یک کسی بیاد برخلاف اعتقادات منونایت یک چیزی رو بگه و بعد بگه من منونایت هستم. ایشون سکوت کرد و گفت تا به حال به این موضوع فکر نکرده بودم. گفتم پس شما باید یاد خطی برای داوری داشته باشید که چه کسی پروتستان هست یا نیست. اگر ندارید، پس هر کسی میتونه ادعا کنه پروتستانه ولو برخلاف شما حرف بزنه، و اگر دارید پس یعنی قرائت رسمی و
تفسیر رسمی از پروتستان وجود داره. حالا کاتولیک ها این مشکل رو ندارن، یعنی با پروتستان ها ما هر وقت صحبت میکنیم هر کدومی میگن که این قرائت خود ماست از مسیحیت. اما جریان کاتولیک پاپی باش راحت تر میشه گفتگو کرد، چون اصول واضح تر و مشخص تری دارن و آدم میتونه تصور کنه که چی بگه چی میشنوه. گرچه همطور که گفتی در این 100 سال اخیر مواضع زیادی هم اینجا هم باز تغییراتی کرده، ولی فکر میکنم یکی از هموارترین گفتگوها بین ما و شما میتونه باشه، یعنی اسلام با تفسیر شیعه و مسیحیت با تفسیر کاتولیک خیلی موضوع دارن برای گفتگو. موضع دوم به عنوان افراد دانشگاهی و آکادمیک هست. شما تو عرصه‌های دین و فلسفه و علوم اجتماعی دارید کار میکنید. در ایران هم کسانی هستن تو همین موضوعات با همین دقت شما دارن میاندیشن و نسبت این مفاهیم سکولار رو با مفاهیم دینی هم میسنجن. این یک نقطه همکاری بسیار مهم و برجسته ایه که ما تو حوزه فلسفه و دین و علوم انسانی و علوم اجتماعی بحث‌های مستمر آکادمیک هم با هم داشته باشیم. و نکته سوم، ما و شما به عنوان انسان، اول به عنوان مسیحی و مسلمان به عنوان دیندار، نکته دوم به عنوان اشخاص آکادمیک، و محور سوم به عنوان انسان، برای مسائل و بغرنج‌های انسانی که امروز جهان گرفتارشه باز ما حرفای زیادی داریم با هم دیگه بگیم و بشنویم. من میخوام هم مجدداً تشکر کنم از اینکه تشریف آوردید و هم خوش آمد بگم و هم آرزو کنم این جلسه برای شما خسته کننده نبوده باشه. تشکر میکنم و اگر بله اگه فرمایشی دارید بفرمایید. بفرمایید. I think there is some truth to the assertion of first Kissinger, who wrote in 1993 or 94 that the world is more and more split into different parts, as for example the Western world and the Islamic world and India and China and Russia and so on. There were 6, 7 or 8 different blocks. ما اصلا درگیری تفکر داعش با انقلاب اسلامی ایران یک مسئله کاملا شناخته شده است. یعنی شما میدونید اصلا الان جریان داعش در سوریه و عراق در برابر متحدین ما داره میجنگه، یعنی در برابر دموکراسی اسلامی در عراق و سوریه اونا دارن میجنگن. موضع انقلاب اسلامی ایران در برابر داعش خیلی روشن و شناخته شده است. اونی که ابهام درش هست، البته مردم اروپا نمیدونن، یک علتش هم مسئله رسانه است. ببینید سوال من اینه، فرمودن که در اونجا رسانه ها کاملا آزاد همه چی هست. من سوالم اینه که اگر رسانه ها واقعیت رو بی‌طرفانه میگن، چرا قضیه 11 سپتامبر جوری رسانه ای میشه که جهانبینی شما رو تغییر میده؟ اونطور که قضیه 11 سپتامبر جوری رسانه این میشه که همونطور که خودتون گفتید جهانبینیتون تغییر میکنه، اما کشتارهایی هزاران هزار برابر 11 سپتامبر در جهان اسلام مدت هاست داره اتفاق میفته، چرا اونا نباید جهانبینی شما رو عوض کنه؟ برای اینکه اخبار او به شما نمیرسه. اینکه عرض میکنم رسانه ها در غرب کاملا مدیریت دارن میشن، یک نمونش همینه که شما که روشن فکران و دانشگاهیان و آکادمیسیان هستید، شما دقیقا نمیدونید که مواضع ما با داعش متفاوته. اصلا ما داریم با داعش میجنگیم و شما اطلاع ندارید. چرا اطلاع ندارید؟ برای که در رسانه‌های غرب یک تصویر واحد از اسلام دارن ارائه میدن. رسانه ها دارن گزینشی عمل میکنن. یا قضیه حماس رو شما با اسرائیل مقایسه میکنید، میگید هم این میزنه هم اون میزنه. میدونید مثل چیه این حرف؟ وقتی که هیتلر اروپا رو
اشغال کرد. شما به پارتیزان هایی که علیه هیتلر می جنگیدن کار اونا رو یک کار افتخارآمیز می دونید دیگه، میگید اینا قهرمان بودن، اینا در برابر فاشیسم و اشغالگر جنگیدن. حالا اگر یک کسی گفت که آقا هیتلر خیلی هم بد نبود، هیتلر میکشت، مخالفینش هم میکشتن، به نظرتون این واقعیت گفته شده؟ چند میلیون غیر فلسطینی آمدن، میلیون ها فلسطینی رو از خونه هاشون ریختن بیرون، 65 ساله دارن میکشن و شکنجه میکنن و این خبراش به شما نمیرسه تا جهانبینیتون تکان بخوره، خبرها سانسور شده به شما میرسه. 4 تا عکس از ابو غریب منتشر شد از گوانتانامو، اما اینکه بیش از 100 زندان شبیه گوانتانامو آمریکا داره در سراسر جهان و هزاران هزار نفر دارن اونجا شکنجه میکنن، این خبر چرا نباید منعکس شه؟ سوال دیگه، آیا کودتایی که آمریکا کرد در ایران و چندین دهه در کشور ما غارت و شکنجه حاکم بود، خبراش به شما ها نمیرسید یا میرسید؟ به خصوص دوستانی که مسن‌ترن خبراش بهشون نمیرسید. آیا در رسانه های اروپا، اتریش، اروپا میشه صریحاً صهیونیسم رو مورد انتقاد و حمله و اعتراض قرار داد؟ نمیشه. به خدا میشه توهین کرد؟ میشه فیلم علیه حضرت مسیح و حضرت مریم ساخت، توهین کرد به مسیح و مریم؟ میشه به پیغمبر اسلام توهین کرد؟ اینجا آزادی بیانه، اما شما نمیتونید راجع به هولوکاست حتی سوال تر کنید. چطوری رسانه ها آزادن؟ اینقدر اتفاقات داره در دنیا میفته که هیچ خبری از اونها تو رسانه های اروپا منعکس نمیشه، هیچ خبری. اگر اخبار اونها هم به شما منتقل میشد، وقت نوع نگاهتون به مسائل تغییر میکرد. چقدر اینا تجاوز کردن به زنان مسلمان در عراق و افغانستان، سربازان اروپایی و آمریکایی. اگر این کار رو با همسران و مادران و خواهران شما بکنن، شما جهانبینیتون تغییر میکنه، ولی اگر اینا رو با زنان دیگر بکنن، جهانبینیتون نباید تغییر کنه؟ چرا؟ شما انسانید، شما شریف هستید، اما خبر ندارید، بیخبرید، چون رسانه ها کاملا سانسور شده دارن عمل میکنن. از جنایات اونا چیزی به شما نمیگن، از مقاومت اونایی که تحت ستمن میگن. اصلا حماس داره از سرزمین خودش دفاع میکنه، مثل اینکه کسی بیاد کشور شما رو اشغال کنه، به ناموس شما تجاوز کنه، غارتتون کنه، بعد شما که از خودتون دفاع میکنید، یعنی 100 ضربه میخورید یکی میزنید، بعد ناظر بیرونی بگه که خب حالا هر دو دارن میزنن، هر دو خشونت میکنن، هر دوشون مساویان، هر دو دارن کار زشتی میکنن. این به دلیل اینکه اخبار منطقه رو درست ندارید. بنابراین چرا رسانه ها یک دست هستند، منتها در یک مواردی اختلاف نظر میکنن، در یه جایی خط قرمزاشون صریحا رعایت میشه. یک سوالی فرمودن دوستمون آقای دکتر که مسکه رفتن الان بیرون، پرسیدن، گفتن که سکولاریسم بنیادگرایی رو به وجود نیاورده. من اصلا نگفتم سکولاریسم بنیادگرایی رو به وجود آورده، مسکه اشتباه ترجمه شده. بله، من گفتم که خود سکولاریسم امروز یک بنیادگرایی است، خود سکولاریسم امروز تبدیل شده به یک نوع بنیادگرایی، منتها بنیادگرایی غیر دینی، یعنی نگاه دینی رو سانسور میکنه، میگه دین به مباحث حقوق اجتماعی کار نداشته باشه، راجع به مسئله حرف نزنه. ولی خب راجع به این حالا فرصت نیست دیگه، ما اگه یک جلسه مستقل باشه راجع به مقوله‌ای به نام بنیادگرایی سکولاریسم
یعنی سکولاریسم خودش جزمیته، چون آخه بنیادگرایی ریشش جزمیته، تعصبه. اگه سکولاریسم واقعا بی‌طرف باشه، خب باید نسبت به دین و بیدینی و همه ادیان فضای مساوی و آزاد بده، ولی این کارو نمیکنه. چرا الان زنان مسلمان اروپایی در اروپا حجاب غیر قانونی میشه؟ یعنی قانون میگذارن علیه حجاب، برای چی؟ مگه شعار لیبرالیسم یکیش آزادی پوشش و آزادی عقیده نیست؟ میگن اینا تبلیغه. خب هالیوود که بزرگترین تبلیغه. من یک سوال دیگه بکنم، شما فکر میکنید یک مسیحی خالص میتونه یک لیبرال خالص باشه؟ به نظر شما میتونه یه نفر هم یک مسیحی واقعی باشه هم یک لیبرال واقعی؟ میشه؟ بله؟ نه؟ کسی از دوستان هست که معتقد باشه میشه؟ خب حالا من یک سوالی از شما میکنم، شما به عنوان یک مسیحی میتونید بپذیرید در سال هزاران فیلم به اسم هنر و فرهنگ ساخته بشه که قهرمان فیلم همجنس بازه مثلا، و همجنس بازی رو به عنوان یک ارزش اجتماعی تبلیغ میکنه، اما وقتی یک زن مسلمان تو اروپا میگه من نمیخوام برهنه بشم، میگن نه، برهنه نشدن تو تبلیغه، باید بی‌حجاب بشی. این سکولاریزمه؟ سکولاریزمی که ادعای بی‌طرفی داره همینه؟ این عناد با دین و با مبارزه با اخلاق، مبارزه با مسیحیت، مبارزه با مذهب، مبارزه با اخلاق و معنویت. اروپا تا 100 سال پیش اینقدر فساد اخلاقی در اروپا حاکم بود؟ نبود. ما لباس مردان و زنان اروپایی رو که در 100 سال پیش قبل از جنگ جهانی اول بودن، لباساشون هست تو مستند تو تاریخ، خیلی شبیه لباسای مسلمان است. یعنی زنان پوشیده هستن، مردان باوقارن. برهنگی یک ضد ارزشه. این نگاه مسیحی و اسلامی و یهودی بوده. همجنس بازی یک گناه بود، یک ننگ بود. امروز تو جامعه اروپا همجنس بازی شده یک ارزش، برهنگی شده یک ارزش، درست خلاف ارزش‌های مسیحی. چطور میگید که سکولاریسم با مسیحیت قابل جمعه؟ سکولاریسم مسیحیت رو تبدیل کرده به یک کوتوله، مسیحیت را تبدیل کرده به یک کوتوله. مذهب و مسیحیت در اروپا امروز در متن نیست، در حاشیه است. مسیحیت امروز راجع به حقوق اجتماعی و حقوق بشر و راجع به اخلاق در جامعه و راجع به خانواده تصمیم گیر نیست. امروز اینقدر فشار روی کلیسا زیاده که پاپ، که من این پاپ جدید رو روحیات و شخصیتش رو اتفاقا میپسندم، برای که آدم اهل تسامح و با همه دوسته، ولی یه جمله گفت چند وقت پیشا که من یه کمی خندم گرفت. نمیدونم شما خودتون این جمله رو واقعا با کتاب مقدس سازگار میدونید یا نه. ایشون گفت ما دیگه به جهنم اعتقادی نداریم. ایشون میخواست همه رو جذب مسیحیت کنه. گفت ما کمونیست و لیبرال و همجنس باز و همه رو دوست داریم. مگه مسئله شخصی است که کسی رو دوست داشته باشی؟ بالاخره اخلاق مسیحی، آیا اخلاق و تفکر مسیحی نسبتش با کمونیسم و همجنس بازی و لیبرالیسم و نسبتش با اخلاق مذهبی مساوی است یا متفاوته؟ اینه که میگم سکولاریسم امروز خودش نوعی فوندامنتالیسمه، یک تعصب ضد دینی و ضد اخلاقی است. سکولاریسم بی‌طرف نیست، لیبرالیسم بی‌طرف نیست، شعار آزادی مذهب میده اما در جبهه مقابل مذهب و اخلاقن.
چه از نوع مسیحیش و چه از نوع اسلامیش. دوستمون فرمودن اونی که تو گفتی کاپیتالیسم انتزاعی بود، اون با دین کاری نداره، ولی کاپیتالیسم واقعی با دین در جریان بود. من اینو میدونم، من میدونم که حتی به قول ماکس وبر میگه که اصلا سرمایه‌داری جدید محصول نگاه پروتستانی به اقتصاد بود. اینا روشنه. اما یک سوالی من از شما دارم. شما به عنوان یک اقتصاددان بهتر میدونید، ما یک چیزی داریم به نام فلسفه اقتصاد. در فلسفه اقتصاد شما از تئوری‌های بنیادین اقتصاد باید شروع کنید. یکی از این تئوری‌ها تعریف انسان اقتصادی است. هر جاش اشتباه میگم بگید که من همین الان تصحیح کنم. هر جاش اشتباه میگم همونجا بگید داری اشتباه میگی، و الا ببینید نتیجه‌ای که میگیرم درسته یا نه. یکی از مفاهیم بنیادی در اقتصاد تعریف انسان اقتصادی است. انسان اقتصادی رو که تعریف میکنن میگن انسان یعنی فعال اقتصادی، فعال بازار، انسانی است خودخواه، سودپرست و عقل ابزاری که فقط محاسبه میکنه که من چجوری بیشتر سود بکنم. یکی از لوازم تعریف انسان اقتصادی در نظام کاپیتالیسم و سرمایه‌داری، یعنی در انسان شناسی لیبرال، اینه که اخلاق ربطی به اقتصاد ندارد. از اخلاق میخوای حرف بزنی برو تو کلیسا، توی دانشگاه و بازار از علم اقتصاد حرف بزن، از اخلاق اقتصادی حرف نزن. شما یا شما یا این انسانشناسی اقتصادی رو قبول دارید یا قبول ندارید. اگر قبول دارید باید بگید چیزی به نام اقتصاد مسیحی وجود ندارد، حتی معنا ندارد، چون مسیحیت از اخلاق تفکیک نمیشه، دین اساسا از اخلاق تفکیک نمیشه. اگر قبول دارید اینو که آقا این حرف غلطه، ما تو همون انسانشناسی اقتصادی با جریان مادی مشکل داریم، اون وقت میبینید که نگاه ورود رویکرد مسیحی در اقتصاد با رویکرد سرمایه‌داری در اقتصاد دوتاست و قابل جمع نمیتونه باشه، چون در اخلاق مسیحی، در اخلاق مسیحی صحبت از گذشت است، قناعت، انفاق، اخلاق، برادری، نگران فقرا بودن، این چیزیست که همه پیامبران گفتن. اما در نظام سرمایه‌داری و کاپیتالیستی همه این حرفا مزخرفه، اینا حرفای شاعرانه است. نظام سرمایه‌داری فقط یه چیز میفهمه، سود و سود و سود و ربا. عیسی مسیح سلام الله علیه تو روایات اسلامی، در روایات اسلامی از پیامبر اکرم داریم، حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودن درست گفت برادرم عیسی پسر مریم که گفت اگر شتری از سوراخ سوزن عبور کرد سرمایه داران به بهشت خواهند رفت. اون موعظه هایی که عیسی مسیح میکنه علیه رباخاران یهود و علیه روحانیون دون مال پرست یهودی، چیه اون موعظه ها؟ اون موعظه ها همش علیه نظام سرمایه‌داریه، همش دعوت به اخلاق اسلامیه. پیامبر اسلام میفرماد اگر شما شب بخوابید، شما شب سیر بخوابید در حالی که همسایگان شما گرسنه اند، من شما را مسلمان نمیدانم. اما تفکر سرمایه‌داری میگه تو سیر بخواب به درک که همسایت گرسنه است. بنابراین چگونه میشه بگیم آقا اقتصاد سرمایه‌داری و لیبرالیسم میتونه مسیحی باشه؟ چطور میتونه مسیحی باشه؟ مسیحیت و اسلام صحبت اخلاق و عدالته. نظام سرمایه‌داری و کاپیتالیستی نظام پول پرستی است. طلا به جای خدا، طلا به جای خدا. اینا دو تا تفکرن، البته مشترکاتی هم با هم دارن. All what we can't do, all our bad history, all our problems,
that's really too simple. It's very dangerous to have in this way a type of hate speech against the resident. And that is, I think, not really good for our dialogue and for our discussion. Thank you very much. خب. انفجار بعد از سکوت طولانی برای من خیلی آره. این انفجار بعد از سکوت بود. من احتمال میدم چون سریع صحبت میکنم در ترجمه ممکنه سوء تفاهم به وجود آورده باشه. من اساسا ابتداء بحث من عرض کردم چیزی به نام نگاه یک پارچه و سیاسی به غرب ما نداریم اینجا، اصلا داریم فارغ از این مسائل صحبت میکنیم. شما یک لحظه فکر میکنم خودتون رو جای نظام کاپیتالیستی گذاشتید، یعنی فکر کردید من دارم راجع به نظام کاپیتالیستی صحبت میکنم، شما فکر کردید من دارم راجع به کل غرب و غربی ها دارم صحبت میکنم. این یک سوء تفاهم محضه. اولین قربانیان کاپیتالیسم مردم اروپا هستند. من عرض کردم از سه جهت ما و شما یک نفر هستیم، هم به عنوان دیندار مسلمان و مسیحی یک خانواده ایم، هم به عنوان بحث آکادمیک ما راجع به موضوع واحدی داریم فکر میکنیم و با هم سخن میگیم، سه به عنوان انسان داریم به دردهای مشترک میاندیشیم. این نشون میده من وقتی با جلوالی صحبت میکنم از چه موضعی دارم به شما نگاه میکنم. بنابراین هر نوع تعبیری که از درون اون شما احیانا اینجا تلقی کرده باشید قطعا مد نظر من نبوده و نیست. منتها من خواستم این جلسه یک جلسه تبلیغاتی نباشه. شما به عنوان یک میهمان البته باید حرفای بزنه میزبان که همه خوششون بیاد. من تلقی من از حضور شما جدی تر بود. دیپلمات‌ها یه جوری حرف میزنن که همه چی بگن و هیچی هم نگن، جوری حرف میزنن تظاهر میکنن که ما با هم در همه جهات هم فکریم، اما در واقع علیه هم دیگه نقشه میکشن. من درست ضد او دارم اینجا عمل میکنم، میگم دو نفر من و شما که از دو موضع به مسئله واحدی فکر میکنیم نقاط مشترک بسیاری داریم اما نقاط تفاوتی هم داریم. شما چرا خودتون رو نماینده کاپیتالیسم اینجا تصور کردید تو این جلسه؟ من شما رو به عنوان یک روشنفکر مسیحی دارم نگاه میکنم که من و شما کاملا یک موضع واحد داریم اینجا. اگر صحبت از رسانه ها میشه، من عقیده ندارم که رسانه ها در غرب در اختیار روشنفکرانی مثل شما هستند، همچی عقیده ندارم. شما ببینید یک کسی مثل چامسکی در امریکا حضور داره ولی رسانه های رسمی پر مخاطب تحریمش میکنن، صداهای خاصی از اونجا شنیده میشه، نه همه صداها. For example, Noam Chomsky, who is censored Professor Collins about Professor Noam Chomsky. حالا اجازه بدید من عرضم راجع به اون نبود، من میخوام ادامه. آره. من یک نکته فقط میخوام بگم که قطعاً قطع من میخوام ببینم آیا این برداشتی که آقای پروفسور کردند برداشت شما هم بود؟ از دید ایشون، شخص ایشون. بسیار خوب. من اگر با اکثر چیزی شما گفتید موافقم. خب شما موافقید، منم اگر چنین برداشتی شده عذرخواهی میکنم، من مطلقا چنین قصدی نداشتم. خب اگه دیسکشنه که دیگه Yes.
من بله به همینطوره، یعنی دقیقاً من فکر میکنم حرفایی که زدم هم و حرفی که من زدم تایید صحبتای ایشونه. خب شخص جناب علی متاسفانه برداشت شد، من عذرخواهی میکنم از شخص خود شما. خب ما هم که همین رو گفتیم، شما از چی نارنج؟ ببینید مشکلات ما از منشأ شماها نیستیم، منشأ شماها نیستیم، ولی مشکل ما منشأش قدرت های مشکلات ما منشأش قدرت های غربی هستند. یه نکته بگم، من معتقدم مشکلات جهان اسلام بیشترش منشأش خودشه، مشکلش ما خودمون. اما یک چیزی هم به شما بگم، یک نکته هم اما هست، آره اولا تا یک نکته دیگه هم هست، و غرب که ما میگیم منظورمون مردم غرب یا روشنفکران غرب نیست. شما اینو در از قرن 18 میلادی که ناپلئون مصر رو اشغال کرد و انگلیسی ها هند رو اشغال کردن تا همین الان، قدرت های غربی، چند تا قدرت یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، اینا دارن به کشورهای اسلامی مدام حمله میکنن، تا همین الان هم دارن حمله میکنن. خیلی خب، ما با اونا مشکل داریم، نه با جناب. پس روشن شد ما اینجا به اونا شده، نه به شما. برای که دولت‌های کشورهای اسلامی دست نشانده آمریکایی‌اند. فکر می‌کنم سوء تفاهم کمی برطرف شد. الان نسبت به من احساس خوبی داری یا نه؟ Good or bad؟ من چیزی که متوجه نمی‌شم توی روزهای اخیر چیزی که ایران حتی علاقه داره به اینکه یک سری گروه‌های بفرسته به عراق که هم با داعش مبارزه بکنن. تشکر یک بار دیگه عرض بکنم، یه گفتگویی که یه بخشش هم سخت باشه نشون میده یه گفتگو مفیدتره از گفتگوهای تشریفاتی و خیلی آسان. Thank you. جمهوری اسلامی ایران در واقع یک قاهچشمیه برای سیستم کاپیتالیسم غربی که در واقع اونا دنبالی بودن که دین را از سیاست جدا بکنن، و جمهوری اسلامی ایران یک دشمن واقعی برای اون سیستم کاپیتالیسم غربی. و من خیلی دوست دارم، امیدوارم که آرزو میکنم که ایران در آینده خیلی قوی تر بشه و قوی بمونه. And of course, also that people like you are...